سلام بینندگان نهایت گرامی، هموطنان نازنین، سلام های بی پایان خدمت یک یک شما هموطنان نازنین در هر جای دنیا که هستین از صمیم قلب تقدیم میکنم و از خداوند آرزوم است که همه شما را لباس صحت در بر باشد. صحتمندی، جانجوری، سلامتیتان از خداوند آرزوم میکنم و همیش سر حال جانجور باشی بینندگان نهایت گرامی، که ما بهترین چیز است، بهترین نعمت است صحتمندی، با خصوص در روزا دیگه هوا گرم سر دیگه پا ریزش زکام دیگه پا کم احتیاط کنین، گرمی خدا گرم نگاه کنین، گرم سر نشین. فقط براتون دعا میکنم که همیش جانکتان جور سر حال باشین. خب بینندگان نهایت گرام، امروز چهارشنبه آخر ماست، امروز تاریخ 27 است، تاریخ 27، سبا 28، این ماه خلاص شد. سعی کنید که عمر همه تو تیر میشه، زمان همه تو تیر میشه، وقت همه تو تیر میشه، عمر همه تیر میشه، ساده گپ نیست. خب بینندگان نهایت گرامی، این هفته خاطرات آزاد است و شما هم خاطرات آزاد صحبت میکنین و البته که یکم که این هفته را موزیکال هم جور کردیم براتون، به خاطر از اینکه ما یعنی آهنگا رو ما میبینیم که در افغانستان هنرمندای افغانی، ایرانی، امریکایی همه آهنگای بسیار مقبول را خواندن. خب بینندگان نهایت گرامی، پیش از اینکه بریم شروع کنیم در برنامه، ما وقت شما رو نمیگیرم، فقط چند دقیقه امروز وقت شماست. اونم اینجا وحید قوسی میگم دیگر دوست بدارید، همچی تو ما پیکری میل کند باشه کرد، دست بزد و بسر یاد ندارن دیگر، گراخ سیمین بدر رحم نکرد اینقدر، رحم نکرد اینقدر، آفت جان شکر دست بزد و بسر، واله و شیدا نگر سر و خرامان من، طاقت زیبایت را بر طرف من نگر، دست بزد و بسر آفت جان شکر رحم نکرد اینقدر، یاد ندارم دیگر دست بزد و بسر، هم دیگر دوست بدارید، دوستی بهترین چیز است. خب بینندگان نهایت گرامی، امروز اگر فکرتان باشه کمی فرهنگ کتابان کنایات سخنه، هفته پیشه سر سین بود نه؟ یا دیگه امروز سر شین است، شب، شبتاب، شیر، شراب، شاعر، شر، شریر، شد، شاد، شادکام، شادکام جان، شیر دل دیگه سر شین امروز از دیگه امروز سر سین همه سوات میگیم، سوات صاحب، صبر، صبر، صالح، صابون، صاحب سخن، صاحب قلم، صاحب نسب، صابر، صابر و اینمی از سوات. خب بینندگان نهایت گرامی، بحث دیگه امروز فقط میگیریم که وقت شما رو نگیرم و نگفته نمانه که امروز یک دو تا به خاطر که خاطرات آزاد است، یک دو تا جوک بسیار خوب میگم. میگم واعظ بر سر منبر بالا میشن، میگوید کسی که از زنهایشان ناراضی استاده شوند، و آنهایی که از زن خود راضی هستند بنشینند. خوب همه استاد شد، همه استاد شد، همه ناراضی از زن خود بوده. بجز یک مرد، یک مرد شیشتا بود دیگه، کلگی استاد شد، کلگی ناراضی بود، یک بود. هم آمدن و پرسان کردن که تو از زنت راضیستی؟ او مردکه بیچاره هم تو کردن خود پت میکنه، میگه از من پایم شکسته، یعنی پایش زن شکستند. مرد به جواب میگه پایم را زنم شکستند. از خب یکی دیگه چی میگم؟ میگه خر در حالت نزه بوده، خر در حالت مرگ بوده، نزه بوده، سگ برای خوردن لاش خر انتظار میکشید. بسیار فکرتان باشه خوب پر معناست. سگ برای خوردن لاش خر انتظار میکشید، خر گفت بهوده انتظار نکش، من تا شنبه نمیمیرم. خر گفت من تا شنبه نمیبیرم، به موقع وقت ضایع نکو. سگ گفت من تا یک شنبه بیکار هستم، یعنی جای شور نمیکنم. خب بینندگان نهایت گرامی،
بیایید که شما هم صحبتهایتان کنین و چیزای خوب خوب برای ما بگوین. لینا را برای شما باز ماندیم و زنگ بزنه. نگفته نمانه که امروز ما چیست؟ امروز خاطرات آزاد است و ما امروز یکمک آهنگ بسیار مقبول آوردیم که یکی به دیگه ارتباط داره. فرزن الورس پرسلی میگه که مارگریتا در فیلم آکاپولکو یک شعر میخونه و در موزیک ماریاچی موزیک اسپانیشی است که بسیار کلاسیک است. دمی میخونه به نام آکاپولکو، همی نام خواندنش است به نام مارگریتا. مارگریتا هم دختر فیلم هم نامش است و مارگریتا قسم شراب هم است که از ودکا جور میکنه به نام مارگریتا. و ای و در ضمن ای آهنگ میگه که همی مارگریتا را در 1963 الویس پرسلی میخونه. ای که میاد ای که میخونه آمدزایی را هم در افغانستان خب وقت شهرتش بود و کپا و با سلیخان بود. باز اگه آهنگ میخونه که او میگه که الویس پرسلی میگه مارگریتا سویت سویت مارگریتا. در اینجا سویت چند مانا میده دیدین؟ سویت سویت مارگریتا. این برای چی میخونم باید مرده چی؟ امزایر چی میگه؟ امزایر میگه خوابت چشمانم را بودی ای بی وفا بی وفا. دیگه اینی خواندن است، دیگه باز انترام داره. در این فیلم اصلا باز وقتی که خواندن میکنه در 1968 1965 رفی میخوانه، رفی میخوانه که از فیلم جوگه آسمان میگه کنهی تو سپنو می آیا کنهی جون آیا یک لا 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 اوپریا. ای به نام اوپریا میخوانه و یا در 1963 65 68 خوانده میشه. ای بس آنها بر تان آهنگ شم میمونم، اما آهنگ بسیار مقبول است، بسیار مقبول رومانتیک است. خب بینندگان پروگی نمی کنم، خب میریم لین روشن است میگیریم. تلویزیون پیام افغان برنامه یادها و خاطره، فرمایید. عرض سلام و ادب خدمت غوثی مهربان. راهی صاحب بزرگوار، به احترام شما خاطره که برنامه ما شما آغاز کردین، میفهم که برنامه بسیار تو پرمحتوا جورش کردی. به افتخار شما فقط استاد میشم به احترام بزرگواری خودت. راهی صاحب محترم، من تظاهر نمیکنم، من در جریان 11 سال خودت شناختم. خودت یک صفا و صمیمیت و یک شیرین زبانی داری و یک لفظ بسیار خوب و زبان بسیار پاک و سوچه داری. من دروغ برد نمیگم، من صادقانه برد میگم، دوست دارم برابر برادر بزرگم. احترام دارم قربان شما. من میشالا تا که برنامه شما هستم برای شما. زنده باشین. فقط شما یک رفیق بسیار خوب هستین، یک ابروی بسیار خوب. درود فراوان به همه دوستان با شرف برنامه عطا و خاطره. تشکر، زنده باشید. بدل ندارم کینه از کس، خدا گواه من است. دیدین؟ بدل ندارم کینه از کس، خدا گواه من است. سعادت و خوشی عزیزان تمنای من است. چه خوب گپ سعی کنید با خدا. خاک پای همه دوستان از الف تا یا سرمه چشم من و سرمسای من است. واه واه سعی کنید با خدا. خوشبختم از آن که نخبگان شعر و ادب دوستدار من و اواخای من است. واه واه بشک. نه شاعرم و نه طالب و نه شیخ و ملا، سخن که هیچ سست نشود وفای من است. بشک بشک. من از تمام دوستای با عزت و با شرف خواهش میکنم او صفتی که در وجود من وجود نمیداشته باشه به من نسبت ندن، که خدای نخواسته من خجالت میکشم. از محبت و مهربانی و حسن نظر آقای اوریاخیل جهان سپاس. برادر عزیز، من خاک پای شاعر و استاد شده نمیتونم. من یک فاعلات و
برو بر شعر چندان بلد نیست و بعضی اوقات سوژه پیدا میشه، تحریک میشه، میگن چرند و پرند و عزل و عجو به وزن بی وزن قافیه می نویسم. این بسیاری شعرها عزل و عجو را روانه می دارن. بر صورت امروز برنامه آزاد است، من می خواهیم که از خاطرات سوریا ملکه امان الله خان اگه یادآوری کنم. بسیار خوب، از ملکه سوریا را میگین؟ بله بله. بسیار خوب، بسیار خوب. ملکه بسیار زیبا بود و بله. میگه زمان سابق رسم خاندان شاهی بود در شب عروسی انگامی که داماد چادر از روی عروس پس میکرد رویش میدید، در جمع خانواده شاه و عروس داماد به عروس میگفت رحمت خدا بر روی ماهت عزیزم، چه آرزو داری که برآورده بسازم؟ عروس پس از یک مکث تبسم کنان میگفت خودت برایم هر چیز هستی، تو را که دارم هر چیز دارم. داماد باز اصرار میورزید، میگفت بگو عزیزم یک چیز از من بخواه. بالاخره عروس جواب خواست خودم میگفت، طور مثال میگفت یک اولی مستقل داشته باشه، یک باغچه گل داشته باشه، یا یک ماشین و موتری داشته باشه. سوریا دختر محمود طرزی 13 ساله بود، بر علاوه که بسیار زیبا بود بسیار زرنگ و هوشیار بود. امیر ابولا خواستگار شد و خب بالاخره سوریا به عقد امان الله 20 ساله در آمد، در حالی که خانم دیگری هم داشت امان الله خان. طبق معمول شب عروسی انگامی که چادر امان الله خان از روی سوریا برداشت و سوریا جان چی میخوایی که برایت برآورده بسازم؟ بیدرنگ سوریا گفت من از تو استقلال افغانستان عزیز میخوایم. واه واه چه خوب گپه. مدعوین تعجب کردن که سوریای 13 ساله در حالی که مادرش هم اسما از سوریه بود هلی. چطور قسم یک خواهش بزرگ از شوهرش نمود. امان الله بعد از یک سکوت گفت سوریا جان بار سنگین را به دوش ما گذاشتی، توکلت علی الله تا پای جان کوشش خواهیم کرد. مورخین میگن که محمود طرزی سوریا دخترش یاد داده بود، او میدانست که امان الله یک وقت پادشاه میشه دیگه. البته اینی از خاطرات سوریا بود. سوریا جان خداوند روش خورم و خوشنود داشته باشه که دقش تومت هم شد. به جان محترم اقبال سه ورز میدارم که از ما گفتن که پسر نادرعلی سناتور ما آشنایی ندارم همراهشون، با عرض معذرت. ما یک فرقه چی میگم فرقایی اینجا اگر کسی تانست دک معما است دکو بخشن خواه. او کسایی که عبجت البته در حساب عبجت وارد است ایره میتانه خواه. اون چیست که جا با کوه و صحرا دارد، آن چیست که جا به کوه و صحرا دارد، اندر صف مردان خدا جا دارد. از هیبت او جمله بلرزد عالم، 300 سر و 10 شکم و 200 پا دارد. این کسی که به حساب ابجد وارد است ایره حل کردم. بسیار خوب، بسیار خوب، بسیار خوب. آن چیست که جا به کوه و صحرا دارد، اندر صف مردان خدا جا دارد، از هیبت او جمله بلرزد عالم، 300 سر و 10 شکم و 200 پا دارد. این معمای دمی آخر در حساب حل میشه. شما را به خداوند تشکر. نهایت ممنون، نهایت ممنون از صحبت بسیار عالی که کردین. در از ابتدا تا انتها بسیار عالی و ما نمو گفتیم کم دیگر دوست برد رئیس ما فوق العاده دوست دارم. خلاص قربان شما، زنده باشید. شما رئیس یک برادر بزرگ احترامتان دارم. خداحافظ شما، خداحافظ شما. تلویزیون پیام افغان برنامه یادها و خاطرها. سلام ادب. قیام صاحب سلام علیک. صحت شما. چطور هستی بزرگوار؟ خدمت خودتو رئیس صاحب قرار فرمودی خودت از الف تا یا. بله، بله. به می ارتباط گفتار رئیس صاحب کراجه و محمود طرزی گفت. بله. محمود طرزی قرار آدم دانشمند بود، هم استاد امان الله خان بود، هم وزیر خارجه امان الله خان بود و هم خسر امان الله خان. وقتی که محمود طرزی از افغانستان تبعید می شد و مبر آمد بیرون،
در سرحد که رسید سر خدا پان کرد، یک مشت خاک افغانستان گرفت. ببخشید سلبدیه یک روبایی گفت. روبایی شدی قرار میگفت در غربت اگر مرگ بگیرد بدن بدن ما، بله آیا که کند قبر را که دوزد کفن من، تابوت مرا بر سر کوی بگذارید تا باد وزد بر سر آن از وطن من. واه 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 با خدا بیتر بسیار مقبولی. خاطر رئیس هم گفتم راجع به شروع پروگرامت راجع به شین گفتی شاعر و بله. شادکام و شکر من یک شیر بسیار کتا براتیم گچی زسارت است که رئیس عبدالعین باشه و من این شیر بگویم. خب بازم نه نه بگویم شما ما شما یک فامیل هستیم، ما شما یک فامیل هستیم، رئیس برادر بزرگ ماست، ما شما تمام ما شما من از یک فامیل برنامه یادها و خاطرهای فامیلی شده آده فامیل. شاید میگه به مرتبات شین میگه شب که در بستم و مست از مینابش کردم کردم با چه خوب شد رایی اگر عقبه در کفت جوابش کردم. دل که خونابه درد بود و جگر گوشه غم بر سر آتش جوری تو کبابش کردم. غرق خون بود نمی مرد ز اسد فرهاد، غرق خون بود نمی مرد ز اسد فرهاد، خواندم افسانه شیرین و بخوابش کردم. واه واه. منزل مردم بیگانه که شد خانه چشم. منزل مردم بیگانه که شد خانه چشم، آنقدر گریه نمودم که خرابش کردم. بله بله بسیار مقبول. در حال که رئیس هم گوش میکنه ممکن غلطی ها بسیار داشته باشه، اما به احترام خود رئیس هم میره خوندم. زنده باشه قیام صاحب، تشکر. زنده باشه. همی گفتین که تابوت مرا در سر کوه بگذاری تا نظاره کنم وطن، باور میکنی که همی تو میای جانم به خاطر که وطن بسیار بسیار مقدس و پاک است، بسیار مقدس. اما چقدر جای بدبختی است رئیس صاحب که ما و شما به خاطر بچه سقاو اونموت یک پادشاه و اونموت یک محمود طرزی وار از زادیم، یا البته پدر و پدر کلان ما را میگم گچ می اگر سالی بسیار کلان در ارتباط میشه که امکنه میشه به این وقتی که تمام را تاینه دسکرس کنم. و ای چقدر جای بدبختی نسل ما و شماست، ما و شما به خاطر ترکی داود خان ما را اول هم از زادیم. بله خب یک قبل دیگه است قیام صاحب محترم، امی موضوع ما همیش گفتیم که ما شخص خودم سیاست کردیم، امال نفرت از سیاست دارم. با خدا جدی برتون میگم، دوره جوانی ما خوب سیاست کردیم، اما همین دوره سیاسی ما به خاطر اینکه چشم من باز کرده، حال فریب نمیخورم نه، حال و به اصطلاح هوشیار شدیم، هوشیار شدیم، حال در پس پیری هوشیار شدیم. اما ملت افغانستان اونجا بسیار پسانه ها به حال آمدن. اما موضوع سیاست از دو زمان هم اگه نظر پرت شما که حبیب الله را از مابین پاکستان از مابین سماوات آوردنش در افغانستان پادشاه تا خودش نمیتونست کار کرده. امو بیچارم بلاگید گناه داشته باشه. خوب خوب به هر صورت تشکر خیام صاحب محترم، تشکر خیام صاحب قربانتان قربانتان بمان خدا. تلویزیون پیام افغان برنامه یادها و خاطره فرمایید. بله السلام علیکم صاحب. صدیقی آقا سلام علیک، صحیح شما خوب چطور هستی؟ چی حال چی احوال چطور هستی بابا؟ صحت شما سلامت باشه انشالله. زنده باشین. آواز مقبولت ما هست میشنیم، دفته گذاشتن نشیدم آواز زنده باشین. آواز افته گذاشتن نام خدا شیک هستی همیشه برام بدا مذاق کتی نشم اگه میگفتم چشما شیک هست. بسیار پروگرام مقبول است. سلام خدمت تمام دوستان تقدیم میکنم. زنده باشین. زنده باشی، سلامت باشی. شعر بسیار معقول رئیس صاحب. بسیار معقول. واقعا 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 بسیار آمان زنده. بسیار زنده. رئیس بزرگوار هستم. همیشه شکست نفسی میکنند. همیشه همیشه. اما او قرب عزتش پیش ما شما هست. قرب عزتش پیش ما هست. بله. همین زمان دارای وقت غوثی صاحب گرچی ما در او وقت شاید ما یک سال یا دو سال سه ساله بیش نبودیم. اگر بیادتان باشه
زایر خان همیشه کاری زمیر میرفت از این سرک زیر کوتل خیر خان. بله بله بله. یک مترک تفیل در دروازه ای بود. آها. پشت از یک لنجوبر انگلیسی می بود. بله. و قرار که اطلاع داریم که پدر مرحوم تقریبا 30 سال در ارگ ریاست جمهوری از مامورین وقت بود و از اونجا تقاعد کرد و اینقدر حیا بود که این مدیر آرشی بود، مدیر تحریرات بود، مدیر خلای مخصوص بود، رئیس دفتر شد در وقتی که محمد علی کوگدای بود. بله. یعنی بسیار ادارات کار کرد ولی نمیتونه سفارش شخصی کنه. بله. بازی چی بسید که یک نمره زمینه زایر خان در اجازه بود در این مناطق خیرخانه که وقت آبادی نبود، برش گفته بود که چی میشه کمی یک نمره زمین بتونه تا دیگه مردم هم تشویق شده همی جا آبادی شده. بازنا گفته والا سه مختبان شده اگر شما لازم میبینید خوب برس شده بلاخره این زمین هم میگیره آبادی میشه. باز یک مدت بعد شرکت بارچالانی روس به نام افسوتر میخواست، اینجا تصمیم بود که شرکت افسوتر ایجاد شد ولی بعض مافیای وقت یا گروپ هایی که بود میخواستن اینجا سرای شمالی بسازن که میلاری ها و موترهایی که از اطراف و از اینجا میهن در اینجا سایه توقف شان داشته و این سایه رزدن شده پر از گرد و غبار و مثال دود و چیزا بسازن و به این لازم هم نبود در وقت. حیای قدر بود که پدر خود من چون پیش از این کار میکرد گفته نمیتونست که یه تو یک چیزه یعنی مانع از این کار شد. بله بله بله. بازی مادر ما را گفت بچاره که تو خود بپیچان کور کن دستی بچه طفل بگی اینی ساعت پادشاه تیر میشه به طرف کار دیمیر تو هم یریزه رو بلند کن یریزه رو بلند کن بیبی که چی ریاکشن نشانده. بازم این کار را کردم و ساعت 5 بجه که تیر میشد عریضه را بلند کرد پادشاه استاد کرد موتر استاد کرد و از موتر خود پیاده شد. یعنی شما ببینید در او اهمیت عظمت پادشاه را ببینید. آمد اول سرش دست ماند و مادر چی میخوای خواهر؟ گفت که من فقط میخوایم که نمیجا سایه سبز شد پارک شد بر طفلا و این موترهای لاری و دود و گرد و تیل و دیزلی یا پازی جا برداشته شده اینه می خواهش مردم ماست. معلم میره می خواهد. خوب گبه خوب گبه خوب باشه. همی عریضه را گرفت شما باور کنید 4 بجه صبح حکم داد آثاری از وده اوجه نمان. بله 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 بله. 4 صبح اصلا شما باور نمی کنید که چی رقم جمع شده. بله. و حالا شما ببینید که اگه بخواهید رئیس جمهور ببینید یک معاون رئیس جمهور یک والی رو ببینه به چی حالت رو اول خواه امکان نداره بسیار مشکل است. دیوالای کمیتی پاد شدن. بله. یک موت چار موتر لندروور در پوش سر است. خب میگذاریم میگذاریم صدیقی آقا که با طرف پالیتیکس نره این گپا و بسیار نظر بسیار مقبول داده شما راستی هم گپ بسیار واقعیت شد واقعیت شد ما خودم یاد مزدن که خاطرها چیز شد که اکبر جان دریورش بود منتظم حالا بود محمد اعظم خان کسایی که من چون هم رخصتی های زمستان رو من رو میبردن در قصر دلکشا بود من میسه ما رو خوب با موجه اینجوی هم میکردن بسیار خوب زمان وقت بسیار خوب از وقت و وقت و همون که تکبر و غرور در وجود از یا وجود نبوده نبوده نبوده. یک همه دیگه صدیقی آقا صدیقی آقا تو خوش شدم که صحبت کردی و نمو ترس خیلی در نظر در دل ما شیشتی بوی زایر خانه میتی خواه خواه شما یک دنیا ممنون تشکر صدیقی آقا تشکر خودمانده زنده باش. فقط مذاق کده به کمک امروز کمک آزاد هستیم دیگه آزادی میخواییم آه امروز کلگی تشکر صدیقی آقا زنده تشکر یک آهنگار گوش کنیم روز بسیار خوب آهنگ آوردیم خب بین نگاه نهایت گرامی لینا روشنه در انتظار باشه وقت یک آهنگ است. این آهنگ است از الویس پریسلیس آوردیم که این آهنگ در فیلم آکاپولکا آکاپولکا یک جای است که در بین
مکسیکو در قسمت مرکزش در لب یک ساحل است و یک ویو بسیار مقبول و بسیاری از توریست های در اون میره و یک جای فهمی فیلم آکاپولکو را ببینی خوشتان میه. این فیلم آکاپولکو در 1963 الویس پرسلی با موزیک ماریاچی. ماریاچی یک موزیک مخصوص اسپانیشی کلاسیک است، فولکلور است و این آهنگ گوش کنین، هضم میبرین، اعلانات تجارتی پس میبین با شما هستیم. این موزیک گوش کنین بسیار مقبول است. Like thunder, who makes my temperature rise? Who makes me tremble with wonderful rapture, with one burning glance from her eyes? Margarita! Once I was free as a gypsy, a creature too wild to tame. Then suddenly I saw Margarita, and I was caught like a moth in the flame. Margarita is her name. Margarita! Have made me her prisoner, a slave to her every command. She captivates me and intoxicates me with one little touch of her hand. بله، سلام علیکم، صحت شما خوب، چطور هستین، چه احوال، لطف مهربانی شماست. خب از کریک که شما گرفته بودین نتیجه مثبت داده، خب یقین داشته باشین که چیزی که ما میگیم اونم واقعیت داره، حقیقت گفتیم. البته که ما یک سال قبل یاد شما هست که من اعلان امی کریم مغناطیسی را کرده بودم و روی هم رفته، نتایج بسیار مثبت داده در اروپا و امریکا و کانادا و در بعض کشورهای دیگه که بر من دوستا زنگ زدن و تقاضا کردن، همیش نتیجه 100% مثبت داده و این به وجودتان همیش مفاد داشته. گفتیم که مفاد داره، مفاد می داشته باشه، به خاطر که کریم مغناطیسین جریان خون شما را کنترل میکنه و ما همونطور که تعهد کرده بودم براتون، با من تعهد خود که گفته بودم که بشه تابید و بشه تابید و بشه تابید که این کره به وجودتان 100% مفید تمام میشه و این مواد کیمیایی نداره که وجودتان ضرر برسانه. یکی بگیرین و یکی بری. We'll be right back.
شرکت مواد غذایی بابوری پی ام ست گیم بی ها. بهترین برنج های بسمتی، وسیله زرد و سفید فامیلی و المنصور و مواد غذایی آشپزخانه افغانی، ایرانی، هندی و ترکی را از قبیل چای، شیرنیجات، میوه های خشک افغانی، مسالجات، حبوبات، کانسرباب و عرقیات را با کیفیت اعلی به طور عمده و پرچون بعد از دست شما قرار داده. آدرس بیلشتراسه شماره 98 20539 شهر هامبورگ جرمنی. آریا زرگری در اشتایندم شماره 87 اوبان لومول انشتراسه شهر هامبورگ و مدیریت آجی بریالی نسبت مسدود شدن فروشگاه اجناس زیل را به لیلام گذاشته است. سیدهای زرد طلا گرام 40 ایرن، سیدهای 21 طلای نگیندار گرام 36 ایرو، سیدهای طلای 18 قیراد گرام 30 ایرو، نقره و سایر اجناس با قیمت‌های کاملاً مناسب. این لیلام بی سابقه از تاریخ اول جنوری سال 2019 قابل اجرا می باشد. هموطنان عزیز، از این لیلام بی سابقه استفاده برید. سلام و عرض ادب برای هموطنان عزیز و ارجمند. اگر میخواین آپارتمان های خوب، ویلای بسیار قشنگ در شهر استانبول ترکیه، شهر زیبای آنتالیا و شهر قشنگ آلانیا رو داشته باشید، لطفا با بندر ظفر شامل به تماس بگیرید. انشالله که بهترین امکانات در اختیار شما قرار میمونه و از این موقعیت هم استفاده کنیم و در خدمت شما هستم. شماره تلفن ما فراموش نکنید، 0049-172-56-29-662. امیدوار هستم که همراه با ما تماس هستید، حتما یک چیز خوبه در دستت شما قرار خواهد دارم. خدا نگه داشت. خب بینندگان نهایت گرامی، آهنگ مقبول از الویس پریسلی رو شنیدین. سعی کنید که آهنگ به اندازه که هیچ وقت کنگی نداره و هم استایلش دیدین با همراه موزیک مریاشی و دختره که چوشه دیدین که چقدر تال میگیرن و اینقدر این آهنگ با تال و سر لای است که بیخی آدم شوق خودم آمست همی کمه تو موزیک ها رو گوش کنم و در مجموع ببینه که همی مارگلیتا من همه نام از این خانم هستیم کارسراند آرسراند آرسراند رس نامش بود اما مقبول زن و مارگریتای الویس پرسلی بود و آهنگ بسیار مقبول بود.
و همه اعلانات را بینندگان نهایت گریم ناگفته نمانه که همه برنامه یادها و خاطره ها را شما در یوتیوب میتونه که همیش ببینین. در یوتیوب فقط میره نوشته میکنین که وحید غوثی WAHID فاصله غوثی GHAUSSI ببینه، فقط برنامه یادها و خاطره را میتونه که چک کنین و ببینین. از امروز بر سبا میتونه ببینه افتای گذاشتنم. خب میریم لینا روشن است و نگفتنم از الان تجاری تنم هم برنامه یادها و خاطره ها به تلویزیون پیام اوان بفرستید. تلویزیون پیام اوان برنامه یادها و خاطره ها فرمایید. محترم وحید جان غوثی سلام احترام برتان میرسم. سبا جان سلام علیک. چی حال دارید؟ صحت شما خوب؟ چی حال چه حوال؟ شکر که شما سرحال و صحتمند هستین. زنده باشین، سلامت باشین. بسیار انتخاب خوب دارین. دیسته قدر ذوق عالی دارین. دیسته همی موسیقی که میرین فرزن انتخاب میکنین از نگاه از ایندی از دری همش بسیار عالی و بسیار زیباد. چی کنم شوق نمست؟ سلام خدا، قرار لست شما از الف تا یا تقدیم میکنم و به محترم استاد محترم آقای سنا و استاد محترم رایی صاحب و محترم شاعره که انتظار شعرهای مقبولش هستیم مومنه جان نیکخو و از همه برادرها سلام احترام تقدیم میکنم و مخصوصا که محترم اوریاخیل صاحب که بسیار کوچک نوازی میکنم یادآوری میکنم سلام احترام برشان تقدیم میکنم. البته شعرهایشان به حد مرا خوشم میآید و همیشه میپالم شعرهایشان را که پیدا کنم. یکقدر شعر و میوهای عالی دارن، موفقیتشان از خدا میخواهیم. سلام احترام برشان تقدیم میکنم و همچنان به اقبال صاحب و برای تمام البته اگر نوم بگیرم وقت مطابق لسته ما مطابق لسته مطابق لسته شما خدا. و بله و دیگه یک موضوع دیگه که برتان بگویم که در شروع شما گفتین که مردا کلگی گفت که کی از خانم خود راضید هر کس که بخیزه اگر نارزاست بخیزه که یک نفر شیشته بود تو روم پایش اوگار کرد. البته من اگر اجازه تان باشه با مطابق از خاطر که چون روز زن در 8 مارس از روز زن نزدیک است، من برای خواهرای خود و برای خانما یک خواهش میکنم که همیشه با عشق و محبت با شوهر خود پیش آمد. چی خوب گپ است، چی خوب گپ. متاسفانه وحید جان اینقدر بی تفاوتی، یعنی بعض من نمیتونم بگویم بعض شدم که گذشت باید باشه. و دیگه ای که امی مثلا اگر خانم یا شوهر گذشت کنه، خانم اگر شوهر گذشت کنه نمیتونه، خانم باید کاری کنه، کاری کنن که شوهر خود دلش به دست بیاره. میگه اینقدر وفا کنم که تا تو ترک جفا کنی. ولی اگر دیگه است به محبت میتونه آدم شوهر خود عاشق خود بسازه. بله بله، به محبت بدیدی. اما متاسفانه یک گفت که بزنی ده گفت دیگه میزنم. باید امو کلتور ما که به وطن ما بود و ایجان چه کلتور خوب و احترام به شوهر بود. بله بله، من اینمی را بسیار زیاد خوش دارم که احترام به شوهر باشه. برای اینکه از دخان امت رای چه قسم استقبال شوه تو امت را ببالا که من چه خانم دارم و چه زندگی دارم. این ما تمام خانم هایی که به اروپا زندگی میکنن خواهش میکنیست که به اروپایی ها نبیگه باید مرد و زن حالی یک برابر است و یک قسم است و یک چیز است. تو کیستی که من نیستم؟ این چیزا باید نباشه. قراره که پروگرام شماست که انسان باید عشق و دوستی، زندگی رو به دوستی و عشق آغاز کنه. هم دیگر دوست بدارین، هم دیگر دوست بدارین. بله بله، من فقط یک شیرک کوتاه که یام واقعی من یکی از کتاب شیرای رازق فانی را عاشقش هستم که کتابایش کتابش پیشم هست، همیشه مطالعه میکنم میخوانم. اما این برای من اینقدر خوشایند است که خودش گفته، یعنی این نمونه خانم هاییست که شوهرش به بستر مریضی آقای فانی به مریضی بود و این خانمش به اندازه خدمت تذیره کرد، به اندازه خدمت کرد که یعنی
شوهرش قلم گرفت و فانی صاحب شعر برش نوشته کرد. آنه خانم بفرمایید. اما خانم فانی بسیار مهربان خانم، بسیار مهربان. من نامشون سریا بود. سریا جان بسیار مهربان. بگم که این قدر که ما از روی کتابشان ما بس ندیدیمشان. نه ما دیدیم، دیدیم بسیار مهربان. نه فانی صاحب دیدیم، نه خانم سریا جان. اگر صدای مرا میشنوید سلام احترام برش تقدیم میکنم. خوشبخت هستی که شوهرت قلم گرفته و شیر برات نوشته کرده. این خوشبختی یک خانم است که شوهرش از پیش خوشبخت. بله بیشک بیشک. نوشته کرده که به فرشته‌ای که آفتاب سوزان غربت را سایه بالهای او برایم تحمل پذیر ساخت به همسرم ثریا. چه خوب گفته. نوشته کرده که تنها تویی که در دل من جا گرفته ای. این خانه را به زور تو تنها گرفته ای. جان مرا به نقد محبت خریده ای. جان مرا به نقد محبت خریده ای. دل را به دام خود به دلاسا گرفته ای. پایم به جرم مستی دیروز بسته ای. دستم به پاس سستی فردا گرفته ای. بله. تصویر تو به چشم ترم نقش بسته است. مای ملی و خانه به دریا گرفته ای. با حطر گیسوان و به کیف نگاه خیش بوی از بهار و نشه از صحبا گرفته ای. با چار شاخ گل که ترا هست در کنار جای خجسته در صف گلها گرفته ای. واه واه خوبه. فانی ستاره می جهت از نوک خامهت. امشب قلم به نام ثریا گرفته ای. بسیار عالی، بسیار بسیار مقبول. قدر خوشم یعی شده. و ثریا جان همه توی خانم آمد و خانمش قدر دلینی. ما مطلب مزی بود که روز زن نزدیک است بیای خانم و خوارا و همگی که یک محبت به خانه خود و به شوهر خود داشته باشیم. بله. با پیش آمده خود. بله با گذشت خوب. بله دیگه وقت تانو. نهایت ممنون، نهایت ممنون سبا خان، نهایت ممنون سبا جان خان، نهایت ممنون، نهایت ممنون. راستی بسیار صحبت خوب، بسیار جامع صحبت خوب واقعا. تلویزیون پیام افغان برنامه یادها و خاطرات فرمایید. بله سلام علیکم آقای غوثی. السلام علیکم، صحت شما؟ خیلی هستم. سلام تقدیم میکنم. اسم نازنینتون کی؟ اوریا خیل هستم. اوریا خیل صاحب، اوریا خیل صاحب. من برنامه شما یعنی باید هیچ وقت قضا نشه که یک دفعه به رسم احترام باید داخل شما و به تمام دوستا احترام خود تقدیم میکنم. برای سبب بزرگ که افتخار میبخشن، نام مرا میگیرن و یک افتخار بزرگ به من میبخشن. جهان سپاس سرفراز در دو عالم باشن. از سمرجان عزیز یک هنرمند فوق العاده، شیرین زبان و شیرین کلام، هم احترامات خود تقدیم میکنم برشان و از اینکه یاد از ما کردن جهان سپاس میکنم از ایشان. آقای غوثی خاطر آزاد است. ما به یاد امی افغانستان به یاد کابل وقت ما و شما. بله. وقتی که ما جوان بودیم. بله. عشقای بسیار زیاد چی در بین جوان ها بود و این عشقا واقعا به یک قسمی بود که امروز در اروپا کم پیدا میشن. به اون خاطر من یک شعر دارم. میشنن آواز من آقای؟ بیخی صحیح کم بسیار. اصلا یک کلمه گفت که تقریبا عشق واقعی بوده در زمان ها. بله. عشقای واقعی بله بله عاشق می شدن جوان ها. بله. و واقعا دی اروپا و امریکا و مثلا ما که اینجا زندگی میکنیم او عشقایی که در اون نه. من یک شعر دارم به نام عشق نوجوانی. بسیار خوب. ما را ببرن اون نوجوانی ببرد اگر ببرد. آه بله ببرن. پسه عشق من شروع شد یار تا می دیدم تو را از کنج و کنار. میری تو افتاد در دلم یک دم، شد عشق و محبت از قدم به قدم. روز به روز مجذوب و بیمار بودم. ناتوان و حسرت زده و زار بودم. چه خوب. جرأتم شد که یک روز اظهار کنم. گفت هر شوی زود انکار کنم. آها. در
عاشق مادرم میگفت که ای پسر چرا نیستی دیگر نه به اوش و نه برا موهای از جولیده است و نامرتب ناکام شدی امسال هم در مکتب خود را به دل شیر دادم گفتم به مادرم در دلم مهر دارم عاشق روی یک دختر شدیم دختر نه بلکه ما پیکر شدیم میخواهم در عشق زنده باشم و در عشقم همیش پاینده باشم برو مادر توی یک روز خواستگاری بخواه دخترشم به عذر زاری بگفت مادر که پسر تو هنوز جوانی نه توی صاحب کار و نه لقمنانی تو را مانده و حال عاشق شدنی تو اگر گویم پدر بینم حالا زدنی تو نشو در این جوانی زار و مفتون برو مکتب بخوان و باز پاهمتون زدن پدر خیلی زیاد ترسیدم به عشق خود افسوس که نرسیدم رفتم خواندم درس در پاهمتون بماندم همچنان عاشق و مفتون پاهمتون تمام شد و وقت رفته بود دختر نازم پشت بخت رفته وای خوبه ناکام بود در عشق ناکام ولی بسیار مقبول همه توی خاطره مقبول او را خیلی سو بخی ماردم خاطرات خودم آورد بسیار مقبول بسیار مقبول او را خیلی سو بسیار خاطره بسیار مقبول بسیار آموزنده تشکر زنده باشین چقدر فرق می آدم می بینه زنده باشین سلامت باشین تلویزیون پیام افغان بر تلویزیون پیام افغان برنامه یادها و خاطره فرمایید بله بفرمایید تلویزیون پیام افغان برنامه یادها و خاطره فرمایید بله بله سلام ها خدمت شما آقای غوثی برادر محترم تقدیم میکنم خانم نیکا خواهر نهایت گرامی بسیار خوش آمدی و بسیار باصفا آمدی در برنامه خود شما برنامه یادها و خاطره ها و بسیار زیاد از صمیم قلب برتان خیر مقدم میگم و شما خوش آمدین و میبینه که خانم نیکایی برنامه یادها و خاطره ها ای بیخی قومی شده بیخی فامیلی شده ده ای دانشمند است شاعر است نویسنده است خواننده است آوازخوان است رسام است نقاش همه در این برنامه است خداوند همه شما را حفظ کنه و بسیار زیاد خوش آمدی خانم نیکا تشکر شما و از خداوند برای شما صحت و سلامت خواهان استم که این پروگرام شما برپا کردین البته برادرها و خواهرها هم بدون شما جمع شدن زنده باشین خوش وقت استم ما اول قبل از هر سخن سلام های بی پایان خدمت آقای راهی برادر بزرگوار عزیز خود تقدیم میکنم و آقای سنای محترم استاد بزرگوار خانم سبای نازنین که امیال شعر بسیار مقبول را خواندن که البته قصه واری بله بله خب من این شب یک شعر دارم به نام نامه است که این نامه را قاصد برای عزیز میاره چه خوب وقت تو الله واه 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 سرا پا گوش رسید قاصد و پیغام آشنا آورد چه خوب رسید قاصد و پیغام آشنا آورد به دیده تر من رمز توتیا آورد چه خوب بنا برای نامه یاری که منتظر بودم چو روح در بدن خسته ام خدا آورد به شام تار زمستان که سوختم ز فراق بهار آمد و با خود خط ترا آورد با من که زندگیم بود عطر گیسویت ز راه دور نسیم خوش سبا آورد خوبش خطی تو که از نفس گرم تو خبر می داد برای درد دل خسته ام دوا آورد چه خوب مقبول نهان زدیده چو شد صورتت بدن ای دوست که عشق گرم برویم چی که عشق گرم برویم دمی شفا آورد آه واه
ز فرط شوق زدم بوسه دست قاصد را بدان زمان که به من نامه تو را ز قاب چشم چو شد مه و عکس دیدارت به باغ دیده دل از خون چه لاله ها آورد به برگزار دلم از نگاه سبز تو دور صحاب تیره چشمم چی جاله ها آورد چی حالی واهوا به نامه از دل مومن شد آنچنان خرسن به نامه از دل مومن شد آنچنان خرسن که رگ رگ بدنش همچونه نوا آورد واهوا بسیار عالی بسیار مقبول بسیار مقبول بسیار مقبول زنده باشین بسیار مقبول همه دوستان سلام میرسانم همه خداوند بزرگ صحت و سلامت داشت زنده باشی خانم نیکا خداوند شما را سلامت داشته باشی بازی اشعار نازنینتان خداوند همه شما را سلامت زنده باشین خور زنده باشین تلویزیون پیام افغان برنامه یادها و خاطرات فرمایید سلام به شما جناب محترم آقای غوثی به همه دوستان و عزیزان و کس هم صحبتان از سلام تقدیم میکنم خود و از بزرگواران میتونم رئیسه و که سخت برشان احترام دارم قابل احترام هستن یادآوری بکنم خدا صحت سلامت داشته باشیشان من کوتا در مورد همی که چرا همی آرون رشید میگن آرون رشید چرا میگن در این مورد در چون از جمله شاهان عباسی از همین خدمت شما کوتا عرض بکنم اختری صاحب بسیار خوش آمدین خوش شدم آواز تو لطف میکنه شما صد سلامت باشین سلامت باشین موضوع شما بهتر شد پروگرام شما گفتین تکرارش هم میتونین در یوتیوب ببینیم باز همین تکرار هم گفته بریم که بتانیم نوشته کنیم فقط در یوتیوب بریم نوشته کنیم که وحید غوثی یک وحید غوثی بگوین و نموجه ببینه کلی غوثی پیدا می شدم تو یوتیوب کار معقولی شده کار خوبی است فقط بعد دوستان در آلمان اینجا بسیار ناوقت می باشه به این خاطر می تواند تکرار را ببینن هر چه وقت دیگه را نگیرم بفرمید بعد از شاه عباس بعد از در جمله خلفای عباسی بعد از ابو عباس صفا برادر تنیش به ابو منصور به نام جعفر است جعفر تخلصش منصور است ایمه در این زمان تا زمانی که یاد پس دوباره به حرکه قدرت تکیه بزنه در اینجا رومی ها یک قسمت زیاد از خاک اعراب تصرف خود میکنه به خصوص همین منطقه که به نام آسیای صغیر یاد میشه همین مناطق هم میگیرن در اینجا میدی پدر آرون پسر خود رمی آرون وظیفه میده با تعداد از لشکر که باید این مناطق دوباره به تصرف خود در بیاره این زمانی که آرون میره به طرف لشکر خود به طرف رومیا سوق میده در جریان جنگهایی که رخ میده حتی میتونه خود به سوی پایتخت از او که در اون زمان همی قسطنطنیه یا قسطنطین که حال نامش نامای شاهش بود حال فعلا دیگه که به نام استانبول یاد میشه تا همی مناطق لشکر آرون رسید وقتی که آرون رسید در اینجا همی خود ملکه خود با حضورش میرسانه به نام ایلنا نام ملکه روم شرقی است اینه با پیش آرون میرسه به همراه از یک پیمان صلح را امضا میکنه و متعهد میشه که من در اون زمان 70 دینار برای خلیفه میشه وعده میده که میره به شما به نام از یک جزیه بگوین یا به چیز برای شما میره میده وقتی که برگشت میکنه پدرش لقب رشید به نام میوانه که به نام دلیر ما و شما میگیم راستکار میگیم ما و شما بعد از اوی به نام هارون رشید میشه اینی بود کلمه همین موضوع رسیدن هارون رشید یک موضوع دیگه هم که دوستان میتونن یک مصروفیت برشان شوه یک چیستان است که یک دختر یک بچه با هم بسیار دوست صمیمی بودن زمانهای زیادی با هم بودن اما نتانستن نظر به اوضاع و احوال اقتصادی که با هم ازدواج بکنن بعد از یک زمانی دختر به یک جای دیگه میره بچه به جای دیگه از یک دیگر دور میشن نمیتونن ببینن تصادفاً در جای میرن یا میره این بچه هم و دختر هم در یک منطقه هست که یک طرف از اینا دریاست یکی به اون طرف دریاست یکی به این طرف دریا چیزی گفتن نمیشه در اینجا دختر بچه که خود را گرفته او را میبره در بغل چون همین آشنای سابقشی را میبینم با دختر بچه خود را میگیره مصروف شیر دادن میشه گویا بر بچه بفهمه که نه من عروسی کردیم صاحب اولاد هستم این حاله بچه چی عکس العمل نشان بده که او بفهمه دختر که
مصری مجرد است یا متعهل است که امیر باید او هم در تمثیل خود نشان بده چی کاری را باید بکنه؟ خب امیر اگر دوستا جوابی شده بدانند یکه بدگه است که اختری صاحب امیر بچه هم خواهر روسی کرده دگه نی هنوز نه اگر کرده خب باید در عمل اینجا باید چون فاصله در بینشان دریا این باید ثابت بکنه به چه رمز به این چیز هم میشه یک موضوع دیگر هم چون صبا جان بسیار پیشنهاد معقول سازنده هست در ساختار زندگی اجتماعی را و واقعیش به مردم به خصوص ما مردم خود زیادتر باید بسازیم برای مردم ما برای از اینکه در این مورد هم یکی از گفتارهای خوبی هم شده که باید بیاموزن شکل پنوار است میگم مردی در اروپا خانم خود را صدا میزد که مثلا صندقا مهتاب هم میبینی چقدر مقبول است چقدر زیبایی داره میبینی صندقا در جوابش میگه پیش من تو مهتاب هستی زیبایی تو را من میبینم برای من این برای من بالاتر از مهتاب است این موضوع را پرسان میشه از یک برای افغانی ما و شما او میگه بی بی شیرین مهتاب هم میبینی چقدر مقبول شده چقدر زیباست بی بی شیرین به جوابش چی میگه آه من خود تو آره کور نیستم میبینم شما تو کور هست من خوب تایی میبینم همین رب میگره به تو پیشنهاد بسیار مقبول بسیار مقبول بسیار اکنایی بسیار خوبش اکنایی بسیار علی بسیار علی چون موضوع را صحبا جان یاد کرد نه بسیار مقبول خدمت شما ایران کردیم بهترین نهایت ممنون نامت خدا علاقه مندهای شما بیشتر هستن نه زنده باشیم باعث چیز نشیم اضافگو نشیم زنده باش سلامت باشه اختری صاحب زنده باشه خدا حافظ شما خدا حافظ شما سعی کنید که به دوستای ما هر کدام از اینا به خدا هر کدام هر صحبت از اینا یک فلسفه است یک فلسفه است که تمام زندگی تشریح میکنه براتون همین کلمات اینا بسیار مقبول حال همین چیستانه گفتن بسیار بسیار حالی چیستانه است و گپای بسیار خوب میدنه آموزنده است که ما حتی در مصر میتونیم که بیاموزیم از این کلمات آموزنده ما و خانم ها و کسایی که در اروپا زندگی میکنه بخاطر اینجا بسیار فرق فاحش آمده در بین زندگی افغانستان که ما بودیم و اینجا بسیار زیاد همیست که کمک آدم میبینه یک گفت دگام است که میگه کاش که آدم نفهمه وقتی که آدم بفهمه درد آدم زیادتر میباشه خب بینندگان نهایت گرامی لینا روشن است یک آهنگ آوردیم همین آهنگ که پیشتر الیس پریسلی خوند ایر احمد زایر هم خونده میگه خواب چشمانم را بودی ای بی وفا بی وفا من نمیفهم که آهنگ تا آخر شعر شاد ندارم و یه آهنگ از احمد زایر بر شما میگذارم ایلانا تیورتی پس من با شما هستم خواب از چشمانم را بودی ای بی وفا بی وفا Thank you.
بینندگان نهایت گرامی، اسپری تسکین فوری دردها به خصوص برای مفاصل، عضلات و تمام دردها به شکل فوری فقط تاثیر میکنند. اسپری تسکین دهنده فوری دردها شما میتونین که از بازار پیام افغان با شماره 818-917-1588 تماس بگیرید و به دست شما قرار داده میشد. بشه تابید و بشه تابید. موبل پلازا، فروشگاه موبل فروشی در هامبورگر اشتراسه 167 شهر هامبورگ در فاصله 1 کیلومتری مرکز شهر. در این فروشگاه شما می توانید مدرن ترین موبل و لوازم تزئینی، میزهای زیبای تلویزیون و سالون، میزها، چوکی های طعام‌خوری، موبل ترکی و ایتالیایی، اتاق خواب بزرگ سالان و کودکان با اضافه از 200 نوسیت های ظریف اصل کریستال با سیستم LED با تغییر نور رنگ ها را خریداری نمایید. فروشگاه موبل پلازا در دو طبقه با موبل های مختلف، موبل های کار دستی محصول کشور ترکیه و ایتالیا با دیزاین کلاسیک، آوانگارد و مدرن. با اضافه سفارش رنگ های انتخابی شما در 200 رنگ مختلف در خدمت شماست. فروشگاه موبل پلازا اشیای شما را به محل دلخواهتان منتقل نموده، خدمات ترمیماتی را انجام میدهد. آدرس: هامبورگر اشتراسه شماره 167. برنج های پامیر که از جمله قدیمی ترین برنج های بسمتی در اروپا می باشند، در 24 سال گذشته همیشه برنج ممتاز شناخته شده و با عین کیفیت عالی به شما عزیزان تقدیم گردیده. شرکت پامیر با عرضه بیشتر از 10 نوع از بهترین برنج های بسمتی آرزومند برآوردن خواسته های شما در انتخاب برنج دلخواهتان می باشند. مراکز توزیع برنج پامیر: آلمان، هامبورگ شرکت پامیر، دوسلدورف شرکت ساعد، افغانستان شرکت پامیر نوآوران هرات، کانادا وانکوور شرکت خیبر لیمیتد، انگلستان شرکت پامیر لندن. په آلمان او ټول اروپا کې ګرانو هیوادوالو ته زیری با هوټل په پورتا ویستفالیکا خولی ښار کې چې د هنوور ښار په 6 کیلومتره کې موقعیت لري، د میرویس زمانی په مدیریت ستاسو د ودونو، کوژدنو او خوښیو په ترسره کولو سره د افغاني او بهراني خوراکونو په آماده کولو سره د ګرانو افغانانو په چوپړ کې نوی په فعالیت پیل کړی. همدارنګه با هوټل د لوړو امکاناتو، عصري اتاقونو، مجهز او ښایسته سویټ د ناوې او زوم لپاره ستاسو ګرانو میلمنو په چوپړ کې دی. تاسو د لا زیاتو معلوماتو لپاره په لاندې شمیرو اړیکې ونیسئ: 0 9 9 12 14 0 5 9 8 9 6 8. آسیای پلورنځای د افغانی او ایرانی خوراکي توکو یو آشنان. آسیای پلورنځای چې د کاروالی لویدیځ خوا په 300 متره مربع ودانۍ کې جوړ شوی، ستاسو په خدمت کې دی. هیوادوال کولی شي خپل د اړتیا وړ خوراکي او نور ډول ډول آسیایي، افریقایي او د جنوبي امریکې توکي ترلاسه کړي. د آسیای پلورنځي علا افغانی توت، نخود، ممیز، ننگراره گره، بادامی نقل، کروت، هر دول اچار، بدخشانه زیره، پلس کلوی کچوڑو که علا درجه بغلانی میزه او نکیزه ستاسو به خدمت کی. آسیایی پلورنزه ستاسو ده پخلنزه و ده ارتیا ورد هر دول مساله او لاچی تاسو ته ورنده کنید. آسیایی پلورنزه ستاسو طول ده ارتیا ورد بوراکی او نور توکی
په یو ټلیفون د آلمان په هیواد کې ستاسو په پته درلیږلی شي. شما می توانید عین جنس ها را به علاوه شهر کیل از مغازه شهر نویمونستر ونسبیک اشتغاس شماره 21 هم به دست دارید. خوب بینندگان و گرامی، آهنگ مقبول از مرحوم شهید احمد ظاهر شنیدین، خدا کنه از برده باشین. و این کمپوز است، او به شعر انگلیسی و لوئیس پریسلی خواند، به شعر فارسی هم مقبول، طرز مقبول است، اصلا طرز مقبول است، خدا کنه از برده باشه. مسلقی خودم همه چیز ظاهر خودم خوش دارم، برای شما ماموره میارم و یقین دارم که خسته نمیشین. و در گفتن امانا که پیشتر هم عرض کردم که فقط اگر برنامه مرا که میبینین ولی میتونه که برنامه را داری خط در یوتیوب برین، فقط در کمپیوتر از تلفون هایتان هم بکی یوتیوب برین، در یوتیوب نشته کنه که واحد WAHID space غوثی GHAUSSI نشته کنه، اون همونجا کلمه پیدا میشه برای شما. و نگفتن همه یه اعلانات تجارتی تان هم به تلویزیون پیام افغان ارسال کنید و با پیشانی باز و با قیمت خوب مناسب برای شما توزیع میشه. و عقل و زویتهایتان هم لطف کنین که بمی برنامه یادها و خاطره ها. خب لینا روشن است، فقط میریم لینا را میگیریم. تلویزیون پیام افغان، برنامه یادها و خاطره ها، فرمایید. سلام غوثی صاحب محترم. نجیبی صاحب سلام علیک. السلام علیکم. صحت شما. خدمت شما و همه بزرگوار و دوستا و عزیزا. زنده باشه، زنده باشه نجیبی آقا. صحت شما خوب، جانک جور، چی حال چه هوا؟ زنده باشه. زمانی که ما به حساب زمان طفولیت و مستند خورده که بودیم با مستند سال، آها، گاهی وقت مکتبای خانگی بود، گاهی وقت در کتاب فروشی هایی که کتابای دینی و مذهبی رو مفروختن و کتابخانه بود، که درس خانگی بود یا در خانه بود یا در مسجد بود، باز معلم های خانگی دیگه به وقت ما رو درس میداد. بله. باز در وقت فراغت میگفته که کلمات پیدا کنین که از دو طرف یک مانا بتن. آها. دیگه اگر درد سر نشم امیره براتان چیز کنم. بفرمایی بری. باز شاگردان نوشته میکرد 5 تا 10 تا که مثلا الله، فایف، کیت نوشته میکنین یا همتو بگو بگو یا بگو اصلا بگوین شما؟ الله از دو طرف مانا میتن. آها. فایف فی و یا و فی. آها. فی و یا زی. زو... فی, و... فی و یا و فی. فایف. ها فایز. فایز مومد. فایز مومد. نه فایف فایف. فی و یا و فی. اوکی. فایف. خو. تی و یا و تی. تیت. دا انگلیسی میگین شما؟ نخی نه. فارسی تیت و پاشان که میگیم ما شما. تیت و پاشان. خو. کرک. آها. از دو طرف مانا میتن. آها. پاپ پی و الف و پی. اوکی. منم میم و نون و میم. داماد. دال و الف، میم و الف، دال. کپک. مهم. سلس. ولو واو لام و واو. یکی. کرک. تشت. تکت. شیشه. نکن. الف و نون و الف انا. شش. الهله. گرک. داد. کمک. ساس. باب. درد. پمپ. شش. توت. کوک. رادار. نان.
لول، موم، میم، دود، گنگ، کیک، قاق، کشک، کیک، اما الف و میم الف، پیپ، نون، واو، پایپ، لال، توت، دند، کوک، دوست، کوک، قاچاق، دید، کجک. بسیار مقبول. ببخشید به عرض معذرت که برای سرگرمی اولادا گفتم. نه بسیار خوب، بسیار علی، بسیار خوب گفت، بسیار. یا زنده باش. سرگرمی اولادا که مصروف شوند. بسیار مقبول، بسیار مقبول. کلماتی بود که از دو طرف مونده. از دو طرف این چیز خوانده میشه و مونومیت. بله، تشکر. تشکر نجیب. یکم به ارتباط چستان که امروز خاطره آزاد است. میگن چیست که نام بد و دود گاز دارد؟ آن چیز که نام بد و دود و گاز دارد. خودتی سربسته و روک واز دارد. در میان روکش 40 سپاه خوابیده است. کلا سرخکان آتش باز دارد. اگر میگیرین در گوشتون ما بگویم جا بشه، اگر نیکی میمانین نکتر. نه ما با دوستا بگویم، باز اگر نشت هفته دیگه بگوین شما خود. السلام علیکم. تشکر، زنده باشین. سلامت، زنده باشین. تلویزیون پیام افغان برنامه یادها و خاطره فرمایید. جناب قوسی صاحب بزرگوار، سلام علیکم. سنا صاحب محترم، بابا ما را چشم برا ساخته ما قربان شما، قربان محبت شما. سلامت باشید. من اگر دیرتر رسیدم، اگر دیدم وقت ما آخر شده، بازم خواستم عرض سلام احترام به شما و تمام دوستان و جناب رئیس. زنده باشید. همشیرای محترم سبال جان و نیکو و تمام دوستای و همکارای شما تقدیم بکنم. زنده باشین، سلامت. شما هفته قبل لطف کرده بودید که درباره آثار آبادات افغانستان دوستا صحبت بکنن. نمیدانم چه مقدار دوستا صحبت کردن، من نتونستم بشنوم. اما وقتم کم است، من میخوام چند ساختمان یا آبادات معروف که در ولایت بلخ است و تخت لستم یک مختصر براتون معرفی کنم. بسیار عالی، بسیار عالی، بسیار. حضرت جناب اوسیس بزرگوار، بر اساس نوشته‌ای که ما یافتیم، 58 آبادات و آثار تاریخی در شهر مزار شریف یا ببخشید در شهر بلخ موجود است که متاسفانه امروز در حال فروپاشی هم میشانند که از جمله چند تاش مانده که ما به شما او را تقدیم می‌کنیم. بفرمایید. یک مسجد نوگنبد. مسجد نوگنبد یا حج پیاده که در قریه دیرازی مربوط ولسوالی بلخ واقع است و این مسجد در سابق معبد بودایا بوده. بله بله. بعد از اینکه اسلام میاد به مینامی معروف میشه. جای دیگه که در بلخ است به نام آتشکده نوبهار بلخ. آتشکده نوبهار، بله. که در 400 متری دیوارهای بلخ قرار دارد و فعلا میگه تمام قسمت های از او از بین رفته. بله. و پاچه هایی که در اینجا همین کار رو زندگی کردن، پاچه های کوشانی در قرن اول میلادی. بله. دیگه جناب قوسی صاحب، آتشکده نوبهار بلخ هر روز در حال تخریب است به خاطر از اینکه مردم بله. پاریش زمینه از زیر گرفته و خود سر دیگه برای خود خانه ساختن و آثار از این باقی نمانده، جای تاسف است. بالایسار بلخ از داشته های بسیار تاریخی جای سمت شمال مملکت با شماست. به یک روایت گفته میشه که ایره میگه اسکندر مقدونی آباد کرده، البته در قرن سوم پیش از میلاد. و جالب اینجاست که امروز مردم در اطراف اینی بالایسار بازم که پیشتر چرا عرض کردم آتشکده نوبهار دست به اعمار خانه های خود سر زدن و صدها جریب زمین به صورت غیر از استفاده کردن و زمین و آسمان و تمامش اشغال کردن که نمانده برش. دیگه که جای مشهور جناب غوثی صاحب منار جنبان زادیان است. قدیمی ترین منار در افغانستان است. این منار میگه در وقت سلجوقی ها آباد شده و به خاطر از این آباد شده که برای رهنمایی کسایی که از راه آمو میخواستن به طرف های ماورانه سفر بکنن، یه طرف شب چراغ بزرگ یا تیلی بوده یا ترتیب بوده روشن میکردن،
کاروانای که از اون طرف می آمدن با روشنی عزیز رای خودکم نمی کردن و باز می رفتن طرف های ماهران نه. بله. دیگه که از جمله عبادات بلخ شریف، مزار خواجه پارسا ولی، مسجد خواجه پارسا در وسط شهر بلخ قرار داره و در سال 865 قمری بنا شده. بله. و متاسفانه بیشترین قسمت های از این هم شب خراب شده. خراب شده بله. آثار از این باقی نمانده. که صحبت بعدی را باز دیگر روز ارتباط بازی و می خواهیم درباره تخت رستم هم چهار کلمه بگویم. باز شما رخصت می خواهیم. بسیار خوب. تخت رستم این تخت، ای تخت میگه از سنگ تراشیده شده و یکی از عبادات بسیار تاریخی است که در خود ولایت سمنگان کسایی که در سمت شمال مملکت رفتن را دیدن. و این تخت رستم به نام استوپه سنگی است که گویا در جنوب سمنگان قرار داره و 10 سال بنگ زرتشت روی از این شش تا عبادت کرده. مطابق با کتاب، مطابق با شاهنامه، در شاهنامه آمده که بله رستم وقتی که با تهمینه چینی خوری میکنه میخواد خانه آباد کنه، برای تقریبا چند روز سنگ بزرگ را میگیره، رستم را تراش میکنه به شکل یک صفحه یا به شکل یک تخت میاره. و همچنان وقتی که تهمینه ایره خانمش میگیره، او هم چند تاقچه و چند اتاقه که خورده یا ریزه را به سنگ میسازن و بقرار روایت بگن آرسی اردو در امی تخت سنگی که بنامه تخت رستم مروزیات میشه در امی جا گذاشته شد و اجاز یعنی تجلیل میشه. تخت رستم سمنگان از دیگر تخت رستمی که تا حال دوستان چرتیده باشن، تخت رستم فراز. این تخت رستم در فرا در قسمت های غربی شهر فرا واقع است و در پالی از این میگه ارگ بزرگ قرار داشته و این تخت میگه در 15 کیلومتری یعنی شرق فرا است و هم در حالت تخریب است. دیگه سب تخت رستم فرا بود، تخت رستم نیمروز است، تخت رستم بلخ است. و شما امروز بخلب در باره عجایب نوگانی جهان اما در جمله عجایب افغانی قدیمی ما و شما در افغانستان یا را بنام عجایب افغانی افغانستان یا قدیمی افغانستان یاد میکنن. همین سنگ تپه پیکر بوداست، بند امیر است، منار جام است، طاق بست است، سنگ هفت قلم است، تخت یا استوپه سمنگان است و رواق مسجد خواجه پارسا در بلخ. بله بله بله. اینا به حساب و آثار تاریخی است. هر کدام از این دواری صحبت را ما بسیار مختصر صحبت کردم برای وقت نمونده باشه. ان شاء الله یک روز با صحبت میکنیم بخیر. ان شاء الله. یک گپ صاحب بر خنده کرده باشین. یک زن شوی میخواستن صاحب از عروسی برن. اها. زن بر شوی شرطنش پرسان کرد که گفت من بو بزنم گفت یا نکتایی. آها. زن گفت نه بو بزن نه نکتایی بزنم. یک زنگه پیدا کردم گردن پرت و بخاطر از روی درفتی این طور حال را من دازی که من 3 ساعت باز مجبور نشم که تو را صدا کده بود تو را پیدا نکنم. تشکر تشکر سنا صاحب محترم. قابلش نیست به شما رو به خدا هفته آینده ما سر تقاضا کردن دوستان ما سر هفته آینده سر عبدالرحمن جامع ما برنامه دار. بسیار عالی. مبارک بارا شمر کنم از افتخارات ما و شما. آه با خدا افتخار ما. با خواجه عبدالله انصاری. بله بله. هر کدام از این اکلام بگیرین افتخارات ما و سرزمین شاعر گرانمایه کشور ما هفته آینده یک صحبت میکنیم. یاد میکنیم به خاطر اینکه اینمی ذخیرای معنوی ما و شما هستن. یا کسای شاعر نویسنده و شاعر نویسنده و شاعر ادیب ما و شما. باید یاد کنیم. باید یاد کنیم. میگم که جامی تو یک شخصیتی بوده که امروز یکی از کتاب‌های مشهور از این که به نام شرح جامی یاد بگیرد. بله بله. در جامی ازهر در مصر فعلا تدریس میشه. بله. از این بزرگوار گپ میشه. دیگه هفته آینده بخیر سر از این بزرگوار. انشالله. 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 تشکر. خداوند سلامت داشته باشه تان. تشکر سن از سلام. زنده باشه. با امان خدا. خب بینندگان نهایت گرامی البته که بیشتر صحبت کردن. البته که همین تخت رستم که گفتن ما
ما خودم از سمنگان تقریبا 30 و نیم سال بودم. ما که دق می آوردم باز می رفتم سر طرف تخت رستم. تخت رستم و تو یک سنگ بسیار مدعوره در سر زی باز یک تخت سنگ، یک سنگ چارخانه دیگره که قرار سناسب گفتن ایره تخمینه جور کرده بود و در پایین از یه شهر است به نام شهر کلان، یک بازار است که آل کمک خاک داخل رفته او که آمده بالا آمده. قبل از این بسیار اصلا یک بازار به نام بازار رستم بوده که در اون بعد او اصلا در اون زمان همین بازار به نام بازار رستم میکنه که آل خاک گرفته دیگه بسیار در داخل کشه این در بسیار رواقهای بسیار مقبول زیبا و یک قسمت به تو یک مرکزش یک دایروی یک سقف داره که آواز انعکاس میکنه و خیر باشه به خیر زندگی بودم و صحبت ها میکنیم. تلویزیون پیام افغان برنامه یادها و خاطرات فرمایید. سلام کاکا جان. سلام علیکم، صحت شما خوب؟ زنده باشین. دستای تا را میبوسم کاکا جان. اینجا مادرم از صحبت میکنم. دینا جان؟ مامیناستم کاکا جان. نام خوارم دیناست. آه دینا مینا. بله دینا مینا. بله کاکا جان بله. مادرتان آیشه جان بله؟ بله کاکا جان بله. آها. این امروز صحبت کنین کاکا جان. حالا در پنایتان باشه. ما روی اکتان آماج میکنم. شما دیگه خوارداده هم هستین دیگه. شما به زهر کدام تان آزم. بله کاکا جان بله الحمدلله. در کجا هست که میمانتان کنیم کاکا جان؟ در تلویزیون پیام مبان برنامه. زنده باشین. نه کاکا جان دستایتا را میباسم. امروز مادرم صحبت کنیم. چشمکایتان را باسم میکنم. خداوند پشت و پنایتان باشه. بفرمایید. بفرمایید. آیشه جان سلام علیک. آقای غوثی صاحب سلام علیکم. سلام علیکم. صحت شما چی حال چه احوال؟ چطور هستین؟ سلام و احترامات مرا به خودت و درود به خودت و به تماما خورا و بیدرهایی که در این پروگرام هستن تقدیم میکنم و از خداوند صحت کامل جان جور سلام و سخنوی در دنیا و آخرت براتان میخواییم. بسیار دل شد سوایتان نشین غلطی سایی. زنده باشین سلامت باشین. آیشه جان مینا جان دینا جان بگو که در یوتیوب برن نام مرا نوشته کنن WAHID غوهید فاصله گک باز غوثی نوشته کنن برنامه را در تلویزیون با اولادکایتان ببینن. خب سعیسته غوثی صاحب و شکر که صحت هستین. خداوند ان شاء الله در پناهش نگاهتان کنه. وقتتان نمیگیرم شاید وقتتان کم مونده. زنده باشه خدای کریم رئیس پرده. زنده باشه. گذشته چهارشنبه گذشتم بسیار کوشش کردم هیچ نشد برابر جان برابر نشد. زنده باشین سلامت باشین. بخواستم صدایتان بشنوم و خدای کریم رحیم سپردیم. خداوند حافظ ناصرتان. خداوند پشت پناهتان باشه. اولادکار همه رو یکایشو نماز میکنه. شما هم همچنان برای فامیل محترم سلام و احترامات من رو میرسونیم. زنده باشین آیشه. زنده باشین. خداوند حافظ ناصرتان. خداوند پشت پناهتان. خداوند پشت پناهتان باشه. فکر کنم چقدر صمیمیت و دخترها که یه بزرگ شدن کلمات بسیار تو مقبول میگن. خوش آدم تربیه است. این تربیه است که اما تو مادر و پدر خوب تربیه کردن اولاد خود که بسیار مهمه. نگفتن اما کمی هفته گذشته سر خود اما تاج محل صحبت کردیم. نه تاج محل این تاج محل در 16 در بین 1632 یا 1648 ای مهر شده. کیر اصلا خود تاج محل ایر دوره مغولی است که امو شاه جهان به خاطر عشق خود به ممتاز بیگم که داشت ایره اعمار میکنه و ای پایه های بسیار منظم داره، دخولی بسیار منظم داره و چهار اطرافش عوض است و گلکاری یا بسیار زیاد منظم است و ای تاریخ از این بین دمی تاریخ این فکر دی تاج محل دی اینجا ای یک سبک مطلق اسلامی است. میبینه که تزر گنبد یا میبینه که این معماری چندین سبک داشته. سبکای اسلامی، سبکای یونانی، سبکای رومی و سبکای فارسی، سبکای عربی و اسلامی و این همی از این سبک هست که این سبک و نگفته نمونه که دی این سبک چندین سبک اسلامی است، فارسی است،
ترکیش است و هندی. چهار سبک در این برنامه تاج محل کار شده که قابل از جمله عجایبات افغانی که است گیره به خاطر زی که بسیار و شما کسی کنین و یک نما یا یک وی بسیار بسیار مقبول داره و الویشن بسیار مقبول داره و این بسیار زیاد یک آبدی تاریخی سیام که در زمان شاه جهانی ره تاج محل اعمار میکنن و نگفتن همانه که با شما در افغانستان هم جاهای بسیار خوب همونطور که سنا صاحب گفتن داریم و واقعا قابل قدر است و نگهداری شود و خاطر که آبدات تاریخی نگهداری شود و ما در افغانستان سابق چی داشتیم دفتر به نام دفتر توریستا بود که به نام دفتر توریستی و توریستا می آمدند اینجا ادمی طریق باز راهنما داشتن می رفتن مردم خارجی ها را راهنمایی میکردن که البته خود کسایی که راهنمایی میکردن خودشان معلومات بسیار مکفی داشتن و هم دفترشان در اطلاعات کلتور در میتر بلدنگ اطلاعات کلتور در منزل فکر منزل سوم دوم بود و یا تمامنش بسیار زیاد مفید تمام شد و تشکیلات بسیار خوب در اون زمان هم خود تشکیلات ها همه جانبه بود. میبینی که موزیم کابل، آرشیف کابل، این دفتر برای توریزم، توریزم از جمله یکی عایدات بسیار خوبه برای بودجه بوده. البته که من فکر میکنم مربوط مطبوعات بوده و این بسیار مفید تمام میشه برای یک جامعه و من نمیفهم که امروز این تشکیلات وجود داره یا نداره و خاطر که بسیار مشکل در این زمان امنیت نیست. وقتی که امنیت نباشه مشکل است که توریست ها برن فرزن بامیان یک منطقه بسیار خود بند امیر جمله عجایب و آبدات بسیار قدیمی افغانستان است و همی خود بتایی که در مابین بامیان است و هی نمایشان رو والا یادم دارم بتای بسیار بسیار قدیمی و بسیار از زمان به فکر میکنم زمان بودیستا میباشد تاریخ ها ما بسیار آبدات تاریخی زیاد داریم و نگفتن همانه که امروز خاطرات آزاد بود خاطرات بسیار خوب دوستا همه صحبت بسیار خوب از رئیس هم گفتم که رئیس هم که امروز ما رو شروع کرد یک استاد شروع کرد تا دیدن که هم دینا جان و عایشه جان آمدن تماما دوستا آمدن قیام صاحب صدیقی صاحب سبا جان اوریاخیل صاحب نیکخواه خانم نیکخواه اختری صاحب نجیبی صاحب سنا صاحب و نجیبی صاحب بسیار یک کلماتی که از در دو جانب این چیز مانا میتونه خوانده میشه بسیار بسیار معلومات های خوب و چیستان هایی که و مایی که آقای راهی صاحب گفته بود و چستان که اختری صاحب گفته بود. خب بینندگان نهایت گرامی یک بده کس که در وقت آخر هفته آینده ما سر مرحوم عبدالرحمن جامع شاعر کشور ما و تقاضا کردن از ما دوستا تقاضا کردن که البته من خودم قدر زیاد نه موضوعات وارد نیستم اما کوشش میکنم که یک اسناد بسیار موثق پیدا کنم در قسمت از افغانستان در طول تاریخ که نظر پرتین در طول تاریخ نویسنده، شاعر، موسیقیدان، نقاش تماما شاعر ما هفته گذشته خدا ما رو اشاره شاد بکرده یکی از رسامای ما که خدا یوسف کوزاد بود و این برادر بزرگشان مادلی خانه کوزادی یا تماما نشان یا ما یکان دفعه که همین شخصیت ها را که از بابدیت میپیوند و فوت میکنند و ما قسم متاثر به میشون که ما همون ذخیره که داریم ذخیره از پیش ما میره ما حال فعلا که ما کدام ذخیره نداریم که تماما همون اشعار ما شاعرای ما نویسندای ما موسیقی دانای ما نقاش های ما تمام نشان همیشان برای ما قابل یادآوری قابل افتخار است برای ما به خاطر که اونم شخصیت ها ما داشتیم در اون زمان و حال ما هیچ چیز نداریم فقط و خود ما تلویزیون پیام افغان برنامه یاد خواه خاطره فرمایید بله جناب محترم قاضی صاحب سلام احترام تقدیم است چال داره شما خوب هستین صحت شما خوب چطور هستین تشکر صدیق خطر هستم از کانادا شما زحمت دادم امروز کار نرفته بودم گفتم باید برنامه شما رو ببینم بسیار یک برنامه جالب عطا جان شما هستین بله بله چطور صحت شما خوب جانک جور چقدر دیر بود آغاز تا میشنمیم آن
زنده باشی دیگه، در وقت برنامه شما معنیش در کار می باشم. می فهمم می فهمم. بعضی وقتا تکرار برنامه تانه می بینیم از طریق یوتیوب. من بسیار خوش شدم که امروز شما رو باز در برنامه می بینیم. یک چیز دیگر اگر من بگویم بهش مبالغه نیست که نام خدا خودت از ابتدای تلویزیون پیام افغان که همراه پیام افغان همراه خطاب صاحب هستی تا حاله بیاد موافقت برای خودت برای تلویزیون پیام افغان. یک قبل دیگه از خطاب از من رفیقم هست، رفیقم دوره مکتبم هست، وقتیش ما وزو قول کردیم، ما اون بسیار مردانه قول داده و ما وقتیش قول دادیم اردیم با ما کوشش کردیم که نام نشان برنامه یادها و خاطره ها را پیام افغان و از رفیق ما دوست نهایت گرامی خطاب صاحب حفظ کنم و تمیال حفظش کردیم و حتی جان اگر بدگام است که آل برنامه ما در یوتیوب است، شما میتونید که نوشته کنین در یوتیوب برین نوشته کنین وحید غوثی WAHID اسپیس غوثی GHAUSSI و برنامه ما شما میتونید. بله 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 ما عرض کردم که ما برنامه تان تکرارش میبینم به خاطر اینکه در این وقت ما در کار میباشم. بله و اما خوشبختانه امروز ما در خانه بودم برنامه تان ما دیدم و واقعا چیزی که شما گفتین در مورد خطاب صاحب، خطاب صاحب واقعا یک شخصیت عالی است که یک مرد بزرگ است و یک دوست رفیق صمیمی ما هم است. آنه کاکت بچه کاکت جوان از ما که در خورد هستم و احترام زیاد احترام شدارم و از جمله چی میگه دیگه پیش ما خود ما که خورد است پیش ما از مردای کاکا و یار دیگه بعد یا که با تیپاشون اما برای من بشناسته میشه یه قدر خطاب من بشناسته میشه بسیار کم نفر بشناسه و من این از دوره همیشه من میگم دوستیتون پایدار باشد همیشه خداوند شما را توی عمر طولانی برد و همیشه نمت با برنامه خوبتان همه دوستایی که من میشناسم از شما تعریف توصیف میکنه یک برنامه بسیار زیاد خوب به برنامه آمازنده مفید و یک دیگه است عطا جان عطا جان برنامه ما یک شعار داره که هم دیگر دوست بدارید. بله. هم دیگر دوست بدارید از دوستی چه نقص داره؟ چه نقص داره این دوستی را بگوین که همون نقصش کدام است؟ نداره نی؟ یک باش یک فکایی نجدار بگویم خیلی بگوید 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 مگه یک دوتا خوارخانده بوده یکیش و خوارخانده خدا مگه او خوارک چقدر زیاد چاخ شدی تو مگه چقدر تو زیاد چاخ شدی و دیگه برش میگه تو حاضر جواب بود تو بگه مگه خوارکی را پرسان نکن من دو ماه پیش از دو ماه به این طرف من ورزش میکنم اگه نه مثل خودت چاخ بودم. راست میگین راست میگین راست میگین جور باشی تشکر اتا جا تشکر بسیار خوش شدم همیشه خداوند ساعت کامل برد بسرد همیشه نمه تو باشی در خدمت ما و مردم عدمی برنامه واقعا ما لذت میبریم. زنده باشی ما در خدمت ملت افغانستان است و مردم افغانستان قربان سر شب و روز خوش سلام جان جوری سلامتیتان از خداوند آرزو میکنم با مان خدا با مان خدا با مان خدا با مان خدا. خب بینندگان نهایت گرامی چراغ سرخ روشن شد وقت آخر آهنگ آوردیم از محمد رفیع از فیلم جگه آسمان کانهی تو سب نومی آیا ای آهنگ برتان میمونم تا هفته آینده شما را با خداوند کریم رحیم میسپارم خداوند یار و مددگارتان کامگار باشید. कौन है जो सपनों में आया कौन है जो दिल में समाया लो झुक गया आसमां भी इश्क मेरा रंग लाया कौन है जो सपनों में आया कौन है जो दिल में समाया लो झुक गया आसमां भी इश्क मेरा रंग लाया
जिंदगी के हर एक मोड़ पे मैं गीत गाता चला जा रहा हूँ। जिंदगी के हर एक मोड़ पे मैं गीत गाता चला जा रहा हूँ। बेखुदी का ये आलम न पूछो, मंजिलों से बढ़ा जा रहा हूँ, मंजिलों से बढ़ा जा रहा हूँ। कौन है जो सपनों में आया, कौन है जो दिल में समाया, जो झुक गया आसमां भी इश्क मेरा रंग लाया। ओ प्रिया आती है लेकिन रूह को मौत आती नहीं है। जिस्म को मौत आती है लेकिन रूह को मौत आती नहीं है। इश्क रोशन है रोशन रहेगा, रोशनी इसकी जाती नहीं है, रोशनी इसकी जाती नहीं है। कौन है जो सपनों में आया, कौन है जो दिल में समाया, लो झुक गया आसमां भी इश्क मेरा रंग लाया। ओ प्रिय